در مسیر خوشبختی قسمت 38. لبخند پیروزمندانه زد و ادامه داد. الوعد وفا، لبخند تلخی هم رو لبای وحید نشست و گفت: تو با کار دیروزت ثابت کردی که وظایفت رو به درستی انجام میدی. دیگه لزومی نداشت آن تایم بودنت رو به رخم بکشی خانوم. به هر حال اینم جزء وظایفم بود که باید انجام میدادم. وحید یهو خیلی بی مقدمه گفت: من دوباره بابت جریان دیروز معذرت میخوام. جدا از بحث چند روز پیشمون، اصلا دلم نمیخواست همچین اتفاقی برات بیفته. ایرادی نداره مهندس، در اینکه شما هم همچین قصدی نداشتید شکی نیست. به هر حال پیش میاد، امیدوارم مشکلتون حل شده باشه. وحید نگاه قدر شناسانهی بهش انداخت و گفت: بله، فعلا با یه تعهد از شرش خلاص شدم. خب خدا را شکر. اگه دیروز از هوش بالات استفاده نمی کردی و یواشکی به من نمی گفتی که نیام شرکت، مسلماً به اینجا ختم نمی شد. هر کاری از دستم برمی اومد کردم. بیشتر از توانت انجام دادی، مخصوصاً با کینه‌ای که حس می کردم از من به دل گرفتی بابت اینا. اشاره اش به پرونده های روی میز بود. لیا با لبخند گفت: من نه تنها از شما کینه ای نداشتم، بلکه تمام تلاشم این بود که سوء تفاهمی که از روز اول براتون به وجود اومده بود رو رفع کنم. موفق هم شدی. لیا به چشمای وحید خیره شد. نگاهش یه جور خاص بود، انگار که لیا زیاد ازش سر در نمی آورد و نسبت به رفتار و طرز نگاه کردن روزای قبل به نظرش عجیب بود. برای اینکه از شر اون نگاه خیره که داشت معذبش می کرد خلاص شه گفت: خب با اجازتون من دیگه برم سر کارم. بله خواهش می کنم. داشت می رفت سمت در که با صدای وحید دوباره برگشت طرفش: الان دیگه می تونم با اطمینان بگم که محال بود بتونیم همچین منشی کاردان و وظیفه شناس و مسئولیت پذیری مثل تو که سابقه و تجربه زیادی هم نداره پیدا کنیم. به تبریک میگم. ممنون از لطفتون مهندس. حس بد و آزاردهنده سه روز پیش لیا با این حرف و تأیید وحید از بین رفت و حالا یه غرور و شادی عمیق و تو چشماش حس میکرد و خوشحال بود که تونست خودشو به وحید و مانی ثابت کنه. تو ماشین مانی بودن و هنوز خیلی از شرکت دور نشده بودن که مانی گفت: خب کجا بریم؟ کجا بریم؟ خونه دیگه؟ نه خونه نه، یه هفته است داریم کار میکنیم. امروز میخواییم بریم بیرون خستگی در کنیم. ولی من میخواستم به جبران اون شبی که نتونستم غذا درست کنم یه شام خوشمزه بهت بدم. اونو که به زور ازت میگیرم، حرفی هم توش نیست. الان بریم یکم خوش بگذرونیم. دیا خوشحال از این سرحال و سرکیف بودن مانی که کمتر ازش دیده بود و یه جورایی براش تبدیل به رویا شده بود، ناخودآگاه خندید و گفت: راسته که میگن مردا بنده شکمن. هر جا دوست داری برو. تو بگو. نه تو بگو. خب من دلم میخواد جایی بریم که تو دوست داشته باشی. نمیدونم آخه. چشماتو ببند، فکر کن الان چی میتونه بیشتر از همه خوشحالت کنه. لیا بازوق چشماشو بست، یه لحظه خواست بگه با کنار تو بودن خوشحالم، ولی جلوی زبونشو گرفت. درست نبود آنقدر احساساتشو واضح به زبون بیاره، اونم جلوی کسی که کوه غروره و قفل زبونش به راحتی باز نمیشه. با یادآوری چیزی که اون لحظه حس کرد بهش احتیاج داره، یهو لبش به خنده باز شد و خیلی بی اختیار گفت: هیجان. چی؟ دلم هیجان میخواد. با تمام شدن آخرین کلمه حرفش ماشین از جا کنده شد که صدای جیغ پر هیجان و پر خنده لیا هم بلند شد. دیوونه شدی مانی؟ کی بود هیجان میخواست؟ از ته دل خندید و گفت: مانی خطرناکه، تو رو خدا آروم برو، سوسول بازی در نیار بچه. تو ماشین یکی از خوش دست فرمانترین آدمای شهر نشستی، پس اسم خطر رو نیار، تازه این اولشه.
الان میبرمت یه جا که نتونی از هیجان زیاد نفس بکشی. لیا همونطور که دستشو برای بستن کمربند دراز میکرد یه ونیکات خوند و فوت کرد به جفتشون که خوشی و خنده های اون روز براشون تبدیل به ناراحتی نشه. مانی هم ضبط و روشن کرد و صدای بلند آهنگ تو ماشین پیچید و به هیجانشون دامن زد. چشمای من خواب چشاتو دیده، غم از دلم با دیدنت پریده، ناز نگات همه هستی من، دوست دارم ای از خدا رسیده، عاشقم و به عشق تو اسیرم، بیا که بی تو از زندگی سیرم. بگو بگو تو هم اسیر عشقی، تا که بسد جون بدم و بمیرم. میمیرم میمیرم واسه برق چشات، میمیرم واسه ناز نگات، میمیرم میمیرم واسه خندیدنت، میمیرم تا بشم فدات. میمیرم 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 بازم سر راه تو من میگیرم. جسارتی کردم و سر به زیرم، لحن نگاهت میگه دوستم داری، خدایا حاضرم براش بمیرم. اون روز مانی لیا رو برد شهر بازی و لیا آنقدر از این کارش ذوق زده شد که با دیدن سردر شهر بازی دستشو دور گردن مانی حلقه کرد و گونهش رو بوسید، ولی خیلی سریع به خودش اومد و فاصلش رو حفظ کرد، هرچند که پشیمون نبود و اون بوسیدن خیلی به خودشم مزه داد بود. دست تو دست هم رفتن تو شهر بازی و تقریبا نصف بیشتر بازی ها رو سوار شدن. به جفتشون خیلی خوش گذشته بود. بلیا به خاطر بازی هایی که همیشه دوست داشت سوار بشه، ولی پدر و مادرش به خاطر مشکل قلبیش نمی بردنش، و به مانی به خاطر دیدن ذوق لیا و شنیدن خنده هاش و حس کردن حضورش. براش مهم نبود کجا باشن، همین که میتونست کنار لیا باشه کافی بود. بعضی وقتا که لیا از ترس خودشو میچسبوند به مانی، ضربان قلبش تند میشد و ناخودآگاه محکم نگهش میداشت. لیا هم بی خبر از آشوبی که با این بغل کردنهای یهویی تو وجود مانی ایجاد میکرد آنقدر جیغ زده بود و خندیده بود که صداش کاملا گرفته بود. مانی خوب تونسته بود درکش کند. خستگی این چند روز کاری کاملا از تنش بیرون رفته بود. با هم رفتن تو رستوران همون شهر بازی و غذا سفارش دادن. مانی با لذت به چشمای لیا که بعد از چند روز اون برق همیشگیشو توش میدید خیره شده بود، که با صدای لیا نگاه خیرهش رو گرفت. خیلی عالی بود، دست درد نکنه. باورت میشه؟ فکر میکردم دیگه هیچ وقت این هیجان رو تجربه نمی کنم. چرا؟ برای اینکه همه دوستای من ترسو بودن، هیچکی حاضر نمی شد بریم شهر بازی. مامان و بابا هم همیشه مشکل قلبی هم رو می کشیدن بسد. تنهایی هم که مزه نمی داد، منم دیگه کلن بی خیالش شدم. مانی که یه هو با شنیدن بیماری قلبی لیا که همیشه فراموشش می کرد نگران شد، پرسید مگه این بازی ها برای قلبت ضرر داره؟ بی خیال بابا، من که نمیتونم به خاطر این مشکلم از علایقم دست بکشم. تازه هیجان زیاد اثری روش نداره. زمانی که خیلی از نظر روحی داغون میشم یا میترسم سرم تیر میکشه. این بازی ها هم که برام لذت بخشن. مانی چیزی نگفت و فقط با خودش فکر کرد که تا حالا چند بار این قلب کوچیک و ناراحت کرده. وقتی خوشحال کردن این دختر آنقدر راحت بود، پس چرا باید اذیتش میکرد؟ موقع خوردن غذا مانی خیلی ناگهانی گفت من امروز به وحید گفتم که ما یک جا زندگی میکنیم. لیا با بهت ناباوری غذاشو قورت داد و گفت چرا؟ مجبور شدم. مانی مگه قرار نبود کسی نفهمه؟ من از فردا چجوری تو اون شرکت سرمو بلند کنم؟ الان راجع به من چی فکر میکنن؟ تند نرو لیا،
اولا که قرار نیست کس دیگه ای بفهمه. من اگه به وحید اعتماد کامل نداشتم اصلا به اونم نمی گفتم. ولی مطمئنم که دهنش قرصه، خیالت راحت. دوما من براش توضیح دادم که بنا به شرایطی مجبور به این کار شدی. اون هیچ فکر بدی درباره‌ات نمی‌کنه. در ذهن ما کار بدی نکردیم که بخوایم ازش بترسیم. سوما مجبور شدم که بگم. چرا مجبور شدی؟ صبح گیر داده بود به من که الا و بلا شماره باباتو بهش بدم تا براش توضیح بده جریان دیروز چی بوده و تو تقصیری نداشتی و از این حرفا. منم که دیدم خیلی داره پیله میکنه، به ناچار بهش همه چیزو گفتم. فکر میکرد شاید بابات روت دست بلند کرده باشه. لیا که حالا یکم آروم تر شده بود میدونست وحید آدمی نیست که بخواد از این قضیه سوء استفاده کنه. معمولا سرش به کار خودش بود. برای همین زیاد سر این قضیه با مانی بحث نکرد. اما با یادآوری سیلی که مانی میخواست بهش بزنه نفس عمیقی کشید و گفت دیگه خبر نداشت به جای بابام یه آقا بالا سر دیگه هست که راه به راه دستش میره بالا واسه کوبیدن رو سر و صورت من. مانی بهش چپ چپی نگاه کرد و گفت اگه بابات هم جای من بود مطمئن باش همین کارو میکرد. کار من اونقدر بد نبود که مستحق همچین مجازاتی باشه. یه سیلی واسه کار تو مجازات سنگینی نبود. سیلی داریم تا سیلی. وقتی با این تنه درختت میزنی تو صورتم کل سیستم عصبی و مغزی آدمو مختل میکنه. نچشیدی؟ نمیفهمی چی میگم؟ نگاه مانی این بار رنگ پشیمونی و ناراحتی به خودش گرفت. لیا حق داشت. این همه عضله‌ای که تو دستش ساخته بود دستشو سنگین میکرد، به خصوص برای صورت نحیف لیا. یاد آن کشیده‌ای که پرده گوشش رو سوراخ کرد افتاد و شرم نگاهش بیشتر شد. خوشحال بود که دیروز لیا نذاشت این اتفاق بیفته، وگرنه الان مانی از عذاب وجدان می مرد. ولی الان با بیخیالی همانطور که مشغول غذاش می شد گفت تو اوج عصبانیت نمی فهمم دارم چه غلطی می کنم. از این به بعد وقتی من عصبانی بودم سعی کن دور بر من آفتابی نشی. لیا دلش می خواست از همونجا دستاشو دور گلوش حلقه می کرد و خفهش می کرد. آخه چرا اینقدر زور داشت؟ براش یک معذرت خواهی. با اینکه دست روش بلند نکرده بود ولی ژستش رو که گرفت حداقل به خاطر ترسی که تو جونش انداخت یه معذرت خواهی ناقابل میکرد. ولی خوب میدونست که معذرت خواهی و شرمندگیش رو تو عمل نشون میده و همین کاری که امروز کرد آنقدر حس خوبی بهش داد که خستگی های این چند روز و استرس و ناراحتی دیروزش جبران شد. لیا من دوستت دارم. چی داری میگی مانی؟ دوستت دارم لیا، خیلی دوستت دارم، عاشقتم، باور کن، باورم کن، خواهش میکنم. من نمیدونم چی بگم، فقط حقیقتو بگو. بگو تو هم منو دوست داری یا نه. قول میدم اگه حتی کوچکترین حسی بهم نداشته باشی خودم با پای خودم از زندگیت میرم بیرون. مانی جان دلم، من لیا بگو، بگو خلاصم کن، دارم دیوونه میشم، از عشقت دارم دیوونه میشم، میفهمی؟ بگو تو هم منو دوست داری. سرشو انداخته بود پایین، باورش نمیشد یه روز این حرفو از زبون مانی بشنوه. نمیدونست باید خوشحال باشه یا ناراحت، یعنی باید بهش میگفت که اونم دوستش داره. با حس گرمای دست مانی که دستای سردشو گرفت سرشو بلند کرد و به چشمای آشفته عشقش که با بی صبری بهش خیره شده بود نگاه کرد. عشقو تو چشمای مانی دید، با تمام وجودش حسش کرد. دیگه نباید وقتو تلف می کرد. یک عمر منتظر همین روز بود، برای همین مصمم از تصمیمش گفت آره منم دوست دارم، عاشقتم مانی، با تمام وجودم دوست دارم. بلا فاصله لبای مانی به لبخند شیرینی باز شد که خیلی سریع از رو صورتش محو شد. نگاهشو از چشمای لیا به لباش دوخت. سرشو خیلی آروم بهش نزدیک کرد.
انگار مدت ها بود که داشت برای این لحظه ثانیه شماری می کرد و حالا که موقعیتش پیش اومده بود به هیچ وجه نمی خواست از دستش بده. لیا هم که نیت مانی رو فهمیده بود چشماشو بست و منتظر چشیدن طعم لبای مانی شد. وقتی انتظارش طولانی شد چشماشو باز کرد که دید مانی داره با خشم بهش نگاه میکنه. برق عشقی که تا چند لحظه پیش تو چشمای مانی دیده بود حالا به وضوح به نفرت تبدیل شده بود. شعله های آتیشی نگاه مانی لیا رو ترسوند. با وحشت پرسید چی شده مانی؟ از دروغ متنفرم لیا، از دروغ متنفرم، نباید به هم دروغ میگفتی. مانی چی داری میگی؟ من که بهت دروغی نگفتم. نباید به هم دروغ میگفتی لیا، نمیبخشمت. دستای لیا رو ول کرد و ازش فاصله گرفت. لیا با بهت و سردرگمی یک قدم به طرفش برداشت که دید هرچی بهش نزدیک میشه مانی ازش دورتر میشه. کم کم راه رفتنش به دویدن تبدیل شد و حین دویدن با صدای بلند مانی رو صدا میزد، ولی انگار مانی اصلا صداشو نمیشنید. لیا چشم ازش بر نمیداشت تا یه وقت گمش نکنه. به سرعت قدمهاش اضافه کرد ولی مانی کم کم از جلوی دیدش محو شد. نفهمید دقیقاً چقدر دنبالش دوید، ولی به خودش که اومد دید وسط یه جنگل تاریک و بزرگه و هیچ اثری هم از مانی نیست. ترس تمام سلول‌های بدنشو به لرز انداخته بود. با وحشت چند بار دور خودش چرخید و با درماندگی مانی رو صدا زد، ولی هیچ جوابی نشنید. صدای به هم خوردن دندوناشو می شنید، ولی اون لحظه تنها چیزی که برایش مهم بود پیدا کردن مانی بود. مانی کجا بود که آرومش کنه و بگه نترس من پیشتم؟ پس باید تو اون لحظه دلش رو به چی خوش می کرد؟ با ترس و وحشت به اطرافش خیره شده بود که یه هو تاریکی جنگل با تابیدن نوری از یک نقطه نامعلوم روشن شد. برگشت طرف نور. تو یک لحظه ترس و ناراحتی از وجودش رفت و یک حس خوب جاشو گرفت. میدونست تنها راه نجاتش از این جنگل ترسناک رفتن به سمت همین نوره، پس معطل نکرد. چند قدم بیشتر به سمت نور بر نداشته بود که با شنیدن صدای مانی ایستاد. لیا برگرد. برگشت طرفش. یه لحظه ماتش برد. چقدر خسته و شکسته شده بود. مگه تو این چند دقیقه چه اتفاقی افتاده بود و چی به مانی گذشته بود؟ نگرانی از چشماش که هیچ، از کل وجودش میبارید. تنهام نزار. چرا مانی انقدر مضطرب و نگران بود؟ اون که تا چند دقیقه پیش از دستش عصبانی بود حالا ازش میخواست که برگرده. همون لحظه طوفان شدیدی شروع شد. ضربه های شدید باد شلاق بار به صورت لیا خورد. از شدت ضربه هایی که به صورتش میخورد چشمهاشو محکم بست. صدای مانی خیلی ضعیف به گوشش رسید. لیا چشماتو باز کن. هنوز ضربه هایی روی صورتش حس میکرد و با واضح شدن صدای مانی و قطع شدن صدای طوفان که با عبور از بین درختای جنگل صداهای ترسناکی رو به وجود آورده بود چشماشو آروم باز کرد. همه چیز عوض شده بود. دیگه تو جنگل نبود و از باد و سرما هم خبری نبود. دهنش خشک شده بود و گلویش میسوخت. خوب که دقت کرد دید تو اتاقشه. رو تختش خوابیده. سرشو که برگردون مانی رو دید که با بهت و نگرانی بالای سرش وایستاده. درک نمی کرد که چه اتفاقی افتاده. از شدت ترس هنوز داشت نفس نفس می زد. خودشو یکم نیم خیز کرد و به پشتی تخت تکیه داد. هنوز گیج بود و نمی دونست اتفاقایی که افتاده رو به زبون بیاره یا نه. اون جنگل کجا بود؟ چجوری سر از اونجا در آورده بود؟ با صدای مانی به خودش اومد. حالت خوبه تو؟
به سختی آب دهنش رو قورت داد و گفت خوبم، چی شده؟ داشتی خواب می دیدی. من تو حال بودم که احساس کردم داری صدام می کنی. اومدم دیدم خوابی، ولی مدام اسم منو می آوردی. هرچی صدات کردم جواب ندادی. مجبور شدم چند تا سیلی بهت بزنم تا بیدار شی. فکر کردم حتما حسابی ترسیدی، وگرنه بیدارت نمی کردم. تازه فهمید چی شده. همه این اتفاقات و خواب دیده بود. هم خوشحال بود و هم ناراحت. خوشحال از اینکه از اون محیط ترسناک و خوف‌آور و نگاه پر از خشم و نفرت مانی خلاص شده بود و همچین چیزی واقعیت نداشت. و ناراحت از اینکه مانی هنوزم همون مانی بود که به عشق و علاقهش اعتراف نکرده بود و اونو فقط دختری می دید که داره مثل یه دوست خوب تو خونه در کنارش زندگی می کنه. آرزو می کرد کاش اون چند ثانیه اول خوابش واقعیت داشت و بقیه خوابش بود. ولی حیف، خواب بدی دیدی. آره، یعنی نمیدونم، خوب یادم نیست. ساعت چنده؟ 10:30. بلند شو، دست و صورتتو بشور، بعد بیا صبحانه بخور تا حالت جا بیاد. خدا رو شکر کرد که اون روز جمعه بود، چون هنوز خستگی این یک هفته از تنش در نیومده بود و حالا هم که این خواب عجیب و غریب ذهنش رو حسابی درگیر کرده بود. بعد از صبحونه مانی حاضر و آماده از اتاقش اومد بیرون و در جواب نگاه سوالی لیا گفت باید برم سر ساختمون. احمقا از پس یه کار درست بر نمیان. روز تعطیل آدم رو زهر مار میکنن. همونطور که تو آینه راه رو موهاش رو مرتب میکرد خیلی رک به لیا گفت تا برگردم یه قرمه سبزی درست کن که حساب اون شبت صاف بشه. لیا ابروی بالا انداخت و گفت امر دیگه؟ فعلا نه. اگه بود برگشتنی زنگ میزنم میگم. رفت بیرون و درو بست. لیا رو همون جا هاج و واج گذاشت. آخه چرا انقدر این بشر پر روه؟ یه باریکی بیا بگو من کلفتم و خودتو خلاص کن دیگه. چه افاده‌ای واسه من میاد بچه پر رو؟ آخه اگه دوست نداشتم مانی، اگه این قلب صاحب مرده هم بسه تو نمیزد، یه قرمه سبزی برات درست میکردم یه وجب روش روغم باشه. ولی حیف، حیف که دیگه دلم نمیاد اذیتت کنم. خورشتو که بار گذاشت رفت یه دوش گرفت و تصمیم گرفت یکم به خودش برسه. چند وقتی بود که به خاطر درگیری های شرکت همش بی رنگ و رو و بی حال بود، ولی الان دلش میخواست یکم جلوی مانی به چشم بیاد. هرچند یه بار این کار رو با پیشنهاد غزل کرد و نتیجه ای نداد، ولی این بار به خاطر دل خودش هم که شده دوست داشت یکم به خودش برسه. یه شلوار چسبون سفید پوشید با یک تیشرت آستین سر خورده سرمه‌ای که بلندیش تا زیر باسنش بود. موهاش هم حسابی ژل زد تا فر بشه، بعد از دو طرف جمع کرد و بقیهش رو رو شونه‌اش ریخت. یک آرایش ملایم ولی خوشگل رو صورتش نشوند و وقتی از خودش راضی شد رفت آشپزخونه. صدای باز و بسته شدن در رو شنید و بعد سلام کلافه مانی و صدای گرمپ افتادن جسمی رو مبل. چرخید سمتش که دید ولو شده روی مبل و از صورتش خستگی میباره. از پشت کانتر زل زد بهش و گفت سلام، چیه؟ مردم بابا، چرا اینقدر گرم این خراب شده؟ لیا همونطور که برمیگشت سر کارش گفت اوه، حالا انگار چی شده؟ همچین خودش اومد پرد کرد رو مبل، گفتم گچ و سیمان جا به جا کرده، از کتاکول افتاده. کار من سر ساختمون کم از جا به جا کردن گچ و سیمان نیست. لیا مشغول کارش شد و تو همون حال تون صداشو پایین آورد و گفت دلت ماساژ میخواد بگو دیگه، چرا تو لفافه حرف میزنی برادر؟ حالا مثلا دلم ماساژ بخواد، مگه تو بلدی؟ با صدای مانی از پشت سرش یهو از جا پرید. این کی بود تو آشپزخونه و چجوری حرف لیا رو شنید؟ شنید که نه، رو هوا قاپیدش، ولی لیا هم آدم جا زدن نبود. چرخید سمتش و در حالی که سعی می کرد
اضطراب وجودش تو نگاهش اثر نذاره خیلی معمولی گفت: تعجب داره اگه بلد باشم، اینم جزو یکی از توانایی های خدادادیم دیگه. خفشو لیا، خفشو تا یه چیز در جوابت نگفت که هم نونت بشه هم آبت. نگاه مانی که داشت از بالا تا پایین اسکنش میکرد، حرارت بدنش رو بالا برد. برقی که موقع نگاه خیرش به صورتش توی چشماش میدید، سر ذوق می آوردش. از اینکه متوجه تغییرات جزئی ظاهری شده، ولی با حرفش کاملا وارفت. خیلی دلم میخواد از این توانایی خدادادیتم بهره‌مند شوم، ولی اول یه دوش بگیرم، خیلی عرق کردم، بعد صدات میکنم. رفت از آشپزخونه بیرون و لیا سر جاش خشک شد. خوردی لیا خانوم، حالا بشین پای لرزش. تا وقتی مانی از همون بیرون بیاد هزار تا فکر کرد که چجوری این قضیه رو ماستماری کنه که نسیخ به سوزه نکباب. میدونست اگه بهونه بی خود بیاره، مانی تا یه عمر میخواست چماغش کنه و به کوبه توی سرش این موضوع رو. برای همین تصمیم گرفت پای حرفش بایسته. مگه چی کار میخواست بکنه؟ یه ماساژ دیگه، بعدشم اون که خودش گفت هیچی روش تأثیر نداره. میسم که گفت احساس نیازش رو از بین برده، پس مطمئنن با 4 بار بالا و پایین شدن دست لیا رو بدنش از این رو به اون رو نمیشه. خدا خدا میکرد که حداقل فراموش کرده باشه، ولی با شنیدن صداش که خیلی عادی و معمولی صداش میکرد، نفس عمیقی کشید و راه افتاد سمت اتاقش. خدایا یه چند دقیقه این هورمون مرموناشو غیر فعال کن، بذار من سکه یه پول نشم، جبران میکنم برات، دمت گرم. البته بعدش فعال بشه، من شوهر عیب و ایرادی نمیخوام، فقط همین چند دقیقه بذار من پوز این پسره رو به خاک بمالم که فکر میکنه همچین چیزی نقطه ضعف منه. لیا درست حد زده بود. مانی با فکر این که دست گذاشته بود رو نقطه ضعف لیا و میخواست از این طریق یکم سر به سرش بذاره، این کار رو ازش خواست. خیسی بدنش رو با حوله گرفت و با بالاتنه لخت به شکم خوابید و منتظر موند که لیا بیاد. مطمئن بود که میخواد با یه بهونه ای از زیرش در بره یا هزار جور ماده و تبصره بذاره. حتی خودشو آماده کرده بود که با شیطنت ذاتی خودش، مثل اون روز که آب پاشید روش، یه کاری کنه مانی کلن فراموش کنه همچین قضیه ای رو. روش سمت در نبود، ولی صدای باز شدنش رو شنید و چشماشو بست و منتظر موند تا با هر حرکت غیر منتظرهش جوابشو بده، که یهو تخت بالا و پایین شد و مانی تا به خودش بیاد حجمی سبک رو کمرش قرار گرفت. چشماش تا آخرین حد باز شد و سرشو چرخون که دید لیا پشتش نشسته و کف دوتا دستشو خیلی عادی و جدی رو کتفش حرکت میده. نگاه گیج و حیرت زده مانی رو که دید، سری به دو طرف تکون داد و گفت: بهره‌مندی از توانایی های خدادادی یک آدم تعجب داره، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ پایان قسمت 38.